به خداوند بخشاینده و مهربان سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستید امروز دوازده مارچ و برابر با بیست یکمه هود است توجهش بر جلب میکنم به مهمترین خبرهای افغانستان اگر از درچه فیسبوک بیننده هستین به اشتراک بمانید از 28 مین سال رهبر شهید شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری رحمت الله علیه در شهرهای مختلف جهان گرامی داشت به عمل آمد. ساعت تن از پیروان پرچمدار عدالت با بازخانی اندیشه های آن مرد بزرگ بر وحدت و همدلی در افغانستان تاکید کردند شهرهای گوناگون در کانادا آمریکا اروپا و آسیا شاهد گرامی داشت از 28 مین سالیاد شهید وحدت ملی استاد مزاری بزرگ بود از جمله اینجا ونکوور کانادا افغانستان های مقیم این شهر با خانش مقالات و سخندانی ها سرود و شعر از مزاری و آرمان های بلندش گفتند. از ترهای راه گشا برای معزل افغانستان و رسیدن به صلح و ثبات دائمی سخنرانان میگن که مزاری سیاست مدار برای همه فصلها و ناسلها بود قابل ذکر است که در شرایط فعلی بار دیگر شهروندان و نخبه های سیاسی افغانستان بر های والای مزاری رو آوردن حقوق زنان و حکمت غیر متمرکز از جمله طرحهای اساسی استاد مزاری برای آوردن صلح در افغانستان بود که اکنون بیشتر از همیشه مورد توجه مردم افغانستان قرار گرفته است در دانشگاه دوسلدروف آلمان نیز از سالیاد بابای مهربان با حضور اندیشمندان و شهروندان افغانستان مقیم آلمان گرامی داشت به عمل آمد سخنرانان پیرامون شخصیت شهید مزاری و وضعیت ناباسامان امروزی سخن گفته و طرحهای بابا مزاری را حل معزل کنونی دانسته و بر عمل شدن آن تاکید کردند. در شهر دنور ایالت کلورادوی ای آمریکا نیز از 28 سالیات سالیاد بابا مزاری با خانش مقاله و شعر و سخنرانی گرامی داشت به عمل آمد. شهروندان افغانستان مقیم شهر دلجان ایران نیز با فرستادن عکس و ویدیوهای بسنترال افغانستان میگویند که از 28 امین سال شهید وحدت ملی استاد مزاره بزرگ نکوداشت کردن دیروز در بسیاری از شهرهای دیگر جهان نیز از سالاد بابا مزاری گرامی داشت به عمل آمد و امروز دوازدهم مارچ نیز به دلیل اینکه رخصتی است در بسیاری از شهرهای جهان برنامه تجلیل از 28 امین سالیاد شهادت رهبر شهید برگزار شده است و برگزار می شود خبرها را از داخل افغانستان ادامه می دهیم. گروه دایش مسئولت حمله بر مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف را پذیرفته است. شبکه خبری العربیه روز یکشنبه به سیاکومی هود به نقل از یک کانال تلگرامی منصوب به گروه دایش گزارش کرده است که انفجار روز شنبه بستومی هود در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف در شمال کشور کار این گروه بود است. گفتنی است که انفجار روز گذشته تجمع خبرنگاران را در مرکز فرهنگ تبیان مورد هدف قرار داد. مسئولان امنیتی طالبان گفتند که در این رویداد 8 زخمی شده و یک نفر جان باخته است اما منابع طرف میگن که در این رویداد سی, سی نفر زخم برداشته و سه نفر دیگر نیز جان باخته است از جمله لیست را که خبرنگاران به رسانه های مختلف منتشر کرده است حداقل پانزده خبرنگار در این رویداد زخم برداشتند به دنبال کشته شدن محمد داوود مزمل والی طالبان در ولایت بلخ افغانستان انترنشنال از قول منابع خود ادعا کرده است که استخبارات این گروه کارمندان حکومت پیشین را که در دفتر والی کار میکردن بازداشت کردند ملا مزمل روز پنجشنبه در حمله انتحاری در دفترش که مسئولیت را گروه داعش بر عهده گرفت کشته شد و گفته منابع اداره استخبارات طالبان این کارمندان را به اتهام همکاری با مهاجمان انتحاری بازداشت کرده و آنها را برای تحقیقات به محل نامعلوم برده است منابع به افزودن که شماره از بازداشت شدگان کسانی هستند که در انفجار روز پنجشنبه زخمی نیز شده بودند و گفته منابع تعداد بازداشت شدگان بیشتر از سی نفر است ملا محمد داود مزمل بلند پایترین مقام گروه طالبان است که در حمله دایش کشته شد و از فرماندهان عمده طالبان در جنگ علیه نیروهای خارجی و حکومت پیشین افغانستان بود و پارسال به عنوان والی نینگرهار در سرکوب دایش نیز نقش مهم داشت. دایش اعلام کرده است که عامل انتحاری عبدالحق خراسانی نام داشت و با عبور از موانع امنیتی خود را به دفتر والی طالبان رسان. طالبان جسد ملا محمد داود مزمل را روز جمعه 19 خود هود در ولسوال گریشک ولایت هلمن دفن کرد. یک روز پس از کشته شدن ملا مزمل طالبان محمد یوسف وفا والی خود در قندهار را به عنوان سرپرست ولایت برخ تعیین کرد. آقای وفا روز جمعه خود را به شهر مزار شریف رسان شاخه افغانستان سازمان صحی جهان از دریافت بسته کمک صحی اتحادی اروپا به این نهاد خبر داده است سازمان صحی جهان در افغانستان با نشر تویتی در صفحه تویترشان گفته است که این بسته های کمکی به کابل رسیده است این بسته کمکی که شامل لوازم بهداشتی و به بسته کمک های اولیه است از طریق یونما و نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان در سراسر این کشور توضیح خواهد شد سازمان صحی جهان با ابراز سپاسگزاری از اتحادی اروپا گفته است که این بسته های کمک جان شما زیادی از افغانستان ها را نجات خواهد داد بلال بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان با آنتونیو گوتریش در کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان گفتگو کرده است اکسپرس تریبیون گزارش کرده است که در بیانیه مطبوعاتی که از سوی هیئت پاکستان در سازمان ملل منتشر شده آمده است که دو طرف بر اهمیت افغانستان صلحآمیز و باثبات تأکید کردند. سفارت هند در کابل یک برنامه آموزشی برای مقامها و کارمندان وزارت خارجه طالبان برگزار می کند. وزارت خارجه طالبان از کارمندانش خواستن آنهایی که به زبان انگلیسی مسلط هستند اگر علاقمند هستند در این برنامه شرکت کنند. این نامه به تاریخ یک هود سال روان با امضای نورالله آزام رئیس یعنی انستیتوت دیپلماسی وزارت خارجه طالبان صادر شده است. رسانه های داخلی افغانستان گزارش کرده است که در ولایت پروان و ولسوالی شیخلی به دلیل ازدواج اجباری عروس در روز عروسیش خودکشی کرد. این رویداد روز یک شنبه دوازده هود در رستای توریج از مربوطات ولسوالی شیخلی پروان به وقوع پیوست است. رسانه های داخلی افغانستان ادعا کرده است که این دختر خانم بدون اجازه خودش و بدون میل خودش به نکای فردی در آمده بود که دوست نداشت. بنابراین او نتوانست مانع ازدواج شود و در نهایت خودش را کشت ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید که افرادی که نظام این گروه را تخریب میکنند واجب القتل هستند ندیم این را روز شنبه بیستم در جریان سخنرانیش در مراسم پایانه دوره آموزشی مفتیها و قاضیهای طالبان در ولایت قندهار بیان کرده است و افزوده است که تخریب کنندگان نظام اگر با زبان اگر با قلم یا در عمل تخریب کند همه آنها باقی و واجب القتل پنداشته می شود اما زید شهروندان کشور این کار سبب می شود که گروه طالبان بیشتر از گذشته دست به جنایت بزنند زیرا گروه طالبان همیشه وقت تحت همین نام و همین انوان ها مردم و شهروندان کشور را بدون که محکمه برگزار کند تیرباران می کنند اما این تنها وزیر تحصیلات طالبان نیست که در این اواخر اظهارات جنجال برانگیز داشته است قلندر عباد وزیر صحت عامه طالبان نیز ویدیویی از او به تازگی منتشر شده که در حضور مقام های پاکستانی میگوید گروه طالبان میکوشد تا نصاب تعلیمی افغانستان را تغییر داده و بر اساس پاکستان ایار کند عباد به مقامات پاکستانی به زبان اردو صحبت میکند و میگوید دلیل این کار این است که به خاطر که همه تمرکز ما پاکستان است این ویدیو البته از زمان و مکانش دقیقا مشخص نیست اما قبلا وزیر صحت عامه طالبان به اسلام آباد پاکستان سفر کرده بود شهروندان کشور میگوید این سخنان وزیر صحت عامه طالبان به معنی پذیرش حلقه غلامی از سوی پاکستان است مسئولان طالبان در ولایت سرپول میگویند دو نفر را در پیوند به تجاوز جنسی بر یک زن و دو دخترش بازداشت کرده و این افراد عضویت این گروه را ندارد این در حالی است که قبلا خانواده قربانیان تجاوز جنسی نیز ادعا کرده بودند که متجاوزان از نزدیکان والی سریپول هستند از توجه و همراهتان جهان سپاس تا درود دیگر بدرود